بالاخره سیم های بلنگوها را دوباره وز کرده و ما شاهد آزمایش طرز کارشان بودیم. یک دو سه چار پنج آزمایش می یک دو و با تکمیل کار این جمله از بلنگوها شنیده شد. کمونیسم خوب است. کمونیسم خوب است. کمونیسم خوب است. کمی مکس. آزمایشی مجدد. گوینده این بار تون صدایش را خیلی بالا برد و قاطعیت و تکید آن عرق سردی را بر بدن ما نشند. کمونیسم خوب است. کمونیسم خوب است. کمونیسم خوب است. این صدا تمام شب و تمام روز, ب... تمام روز بعد نیز همچنان تکرار می شد. دریافتیم که گوینده خستگی ناپذیری به تلقین زندانیان مشغول نیست بلکه ضبط صوتی است که میخواهد در ذهن و افکارمان نفوذ کند شاید هم موفق شد زیرا که به حالتی از سرسام و جنون گرفتارمان کرد وقتی که صدا قطع شد تا ساعتها تنین همان صدا را در گوشهایمان احساس میکردیم کمونیسم خوب است کمونیسم خوب است کمونیسم خوب است وان گارتنر گفت که این تازه اول کار است و باید منتظر برنامه های بعدی باشیم که به زودی آغاز خواهد شد رهبران مملکت ما این کار را از روزها گرفتند و روزها نیز عمل پکن را تقلید کردند برنامه بعدی حتما اعتراف عمومی خواهد بود در زمان ماو ماوتس چینی ها مجبور بودند در کارخانه جات ادارات و خیابان ها به سخنرانی ها گوش دهند سپس وادار می شدن تا خیشتن را تقبیه کنند و بگویند که چگونه علیه پرولتاریا توته چینی می کردن. پنج ده یا بیش سال قبل اوضا همیشه بر همین منوال بود اگر کسی حاضر نمیشد اعتراف کند او را به جرم خودسری های ضد انقلابی به زندان میفرستادند و اگر اعتراف میکرد به جرم اعمالی که طبق اعترافاتش مرتکب شده بود به زندان میافتاد به این ترتیب مردم مردد می ماندن که کدام راه را انتخاب کنند. گرچه عاقبت و مقصد هر دو یکی بود. آیا باید اعتراف کنند که افکار خائنانی در سر داشتند و بعد همه را وادار می کردن که یکدیگر را لو دهند. به این ترتیب تمام اعتماد فیما بین اعضای خانواده و دوستان یکباره به عدم اعتماد منجر می شد و خانواده ها پراکنده می شدن. حالا همان روش را میخواهند در مورد ما اعمال کنند پدر فاژکاس گفت شیطان همیشه در صدد فریب خداوند است عملی که اینها میخواهند انجام دهند تقلیدی تمسخر و آمیز از اعتراف مسیحیان میباشد گاستون پرسید چنین برنامه چقدر طول می کشد؟ واین گارتنر پاسخ داد تا وقتی که شما باور کنید کمونیسم خوب است شاید سالها سخنرانی بعدی هم،, هم مسخره بود هم فریب دهنده گوینده راجب رومانی جدید و شگف انگیز صحبت کرد که تحت برنامه 16 سالی گیورگیو دیج به سرعت در حال پیشرفت است و گفت کسانی که از نظر حزب کمونیست با ارزش شناخته شدند همکنون در بهشتی زندگی می کنن که همه چیز برایشان فراهم آورده شده است و سپس به امتیازات و منافعی که نصیب کارگران شرافتمند شده اشاره کرد و گفت کارگران شریف رومانی امروز از, از, غذای خوب شراب ناب و تعطیلات آخر هفته شگفت انگیزی برخوردارند این کارگران روزهای تعطیل خود را در سواحل دریای سیاه میگذرانند و در کنارشان دخترهای زیبا با بیکینی نشستند و یا از مقابلشان رژه میروند آنگاه با لحنی شوق, شوق انگیز و پس از خنده بلند گفت اما فراموش کردم مطلبی را برای شما شهر بدهم اکثر شما دوست دوستان تا به حال بیکینی را ندیدید. حتی نمیدانید که بیکینی چیست اجازه بدهید شهر بهترین چیزهای زندگی فقط در غرب رو به انحطاط وجود ندارد در چشمهای شلی وجود داشت صدایش باریکتر شد و با لحنی شهوت انگیز به شرح زیبایی های سینه و با سن زنها پرداخت و تا توانست از جذبه اندام آنان صحبت کرد گویی لذایز موجود در مسافرت و شراب و برخورداری از زیبایی های زنانه را در واژه واژه کلامش جای دادن. چنان اتش و شهوتی که در قیافه اطرافیانم می دیدم تا به حال در عمرم ندیده بودم. هم هایم چنان شیفته تعریف های آن مرد شده بودند که هیچ اثری از بشریت راستین در آنها دیده نمی شد. خوی حیوانی آنها بیداد می کرد. این کمونیست ها می توانستن ارزش های معنوی انسان را با استفاده از واجه ها و اشارات ناچیز به و با گفتارهای برانگ... برانگیزنده انگشت بر نقاط ضعف افراد مردد بگذارند و همه چیز را وارونه جلوه دهند. برای آنان چیزی جز هواهای نفسانی مهم نبود و با تشریح همین آزها و نیازها میخواستند فرهنگ خیش را در جان و قلب زندانیان گسترش دهند سخنران میگفت چه لذایزی در خارج از این دنیای دربسته در انتظار شماست. درهای خروج در مقابل شما قرار دارند. می توانید بازشان کنید. حق انتخاب با خودتان است. بیایید و حسار و محدوده های افکارتان را منهدم سازید و ذهنیات منحت و غیر قابل قبول و غیر منطقی پیشین را از مغز خیش دور بریزید. ذهنیات و واکنش های ناهماهنگی که شما را چون جنایتکاران در این زندان های قم آلود اسیر کردن از خود دور کنید و به سوی ما بیایید. در کنار ما بیستید آزاد بودن را بیاموزید. بعد از این جملات تقریبا حرف دیگری که قابل بحث باشد بیان نشد هیچ کس در آن لحظات به همسری که در خارج از زندان در انتظارش نشسته بود و کارهای شاقی که در دنیای خارج انتظارش را میکشید فکر نمیکرد تمایلات خامی که بخشی از اراده ما را برای زندگی تشکیل میدهند با مهارت زدوده شده بودند کشیشان و واعظ پروتستان و ارتودکس که ازدواج کرده بودند به طور قطع بیش از هر چیزی از تحریک غرایز جنسیشان رنج می بردن. اما روحانیون کاتولیکی از آغاز جوانی به تجرد و دوری از جنس مخالف عادت کرده بودند رنج چندانی را متحمل نمی شدن. برای چندین ماه عقاید و ایمانمان با تمام کوششی که به خرج می دادیم قدرت اوجگیری نداشتند. جیره غذایمان نیز به حداقل ممکن رسیده بود و ما را هر روز وزن می کردن تا همیشه 20 کیلو کاهش وزن داشته باشیم. نوع غذا بهتر شده بود اما تم و بوی غریبی میداد. گمان من این بود که داروهای مخصوص تحریک غرایز جنسی را به آنها اضافه می کردن. مدتی بعد که با پزشکان زندانی حرف زدم ثابت شد که حدسم صحیح بوده است. بسیاری از کارکنان مرد را اخراج کرده و جایشان را به خانم های زیبایی داده بودند که غالبا برای اعلام اطلاعی ها در مقابل زندانیان می ایستادند و با آنها حرف می زدن. حتی پزشکان زن نیز به سلول ها رفت و آمد می کردند تا از حال زندانیان مطلع شوند. این دختر خانم ها غالبا لباس های تنگ و شهوت انگیزی می و آرایششان چشمگیر و خیره کننده بود و بوی عطرهای دلپذیری که به خود می زدن تا ساعتها در, در دخمه ها،, ها، و سلول های زندان میپیچید. در جلسه دیگر سخنران گفت شما فقط یک بار زندگی می کنید. این زندگی به سرعت می آیا به نظرتان چقدر زمان برای برخورداری از لذایز زندگی برایتان باقی مانده است؟ بیایید مثل ما برگ برنده تان را رو روح کنید و از امتیازات زندگی برخوردار شوید. ما می خواهیم کمکتان کنیم تا بیشترین بهره را از این زندگی داشته باشید. ما کمکتان خواهیم کرد تا معنی واقعی زندگی را درک کنید و از مواهب آن برخوردار شوید نظیر این گونه حرفا هر روز تکرار می تلقین چنین تمایلاتی به نفس باعث می شد تا آدم ها از زمیر ناخداگاه و زمیر آگاهشان به سوی طبیعت متمایل به بقای مادی خود گرایش پیدا کنند و با تهیج احساسات اولیهشان به اسارت نفس درآیند وقتی که پرده عواطف و معنویتشان پاره شد چیزی جز نفس اماره در خیش نیابند وجدان ما ارزش های اجتماعی من و ضابطه های اخلاقی مسلط بر روحمان به هنگام رسیدن به اوج ابرخودی جلال و شفافیت پیشین را از دست می دهند. اینجاست که میارها تغییر می کنن و با ضوابط دیگری به ارزیابی یا توزین تمایلات خیش مشغول می شویم. سخنران همیشه تاکید می کرد که احساسات وطن با تلقین غلط به بیراه منحرف شده و ایدالهایمان های بیش نبود است. هدف این بود که با ریشه کردن همه افکار و اندیشه ها و ایدئال ها بتوانند نهال ایدئولوژی کمونیستی را در زمینمان قرص کنند به جلسات سخنرانی عنوان کنفرانس های مبارزه داده بودند و منازعات هرگز به پایان نمی رسید سخنرانان غالبا سوال می کردند آیا همسران شما در حال حاضر مشغول انجام چه کاری هستند خودتان میخواهید در این لحظات به انجام چه کاری مشغول باشید دیگر رمقی در وجود من باقی نمانده بود و هر لحظه ممکن بود در دام تمایلات و اوهام اسیر شوید. در ساعتی که سخنرانی و جلسات گفت و تعطیل می شدن از بلنگوها همان پیام زجرآور و کذایی که از نوارهای ضبط صد به دل سلولها راه می پخش می شد. کامانیزم خوب است. و زندانیان در سلول های خیش به منازعه با یکدیگر مشغول می شدند و گاهی از اوقات کار به جنگ و جدال می کشید. شاعر اولین کسی بود که از گروه ما در مقابل معلمین کمونیسم تسلیم شد. در پایان یکی از سخنرانیها ها او از جای برخاست و با صدای بلند در مورد خیانتش به دولت حرف زد. من حالا میفهمم. دایانا سبس سپس به شماتت والدینش که صاحب ملک بودند و او را به بیراهه کشیده بودند پرداخت گرچه از کسی تقاضا نشده بود علیه مذهب حرف بزند اما دایانو انزجارش را از ایمانی که در سینه داشت ابراز نمود و با تمام مقدسات و معنویات دشنام داد او علیه خرافات به لفاظی پرداخت و سپس با کلمات کفر آمیزی وجود خدا را کتمان نمود و هرچه می توانست علیه مذهب بیان کرد. گوی حرفهایش پایانی نداشتند و از هر چیزی که به فکرش می رسید سخن می گفت. بعد از او رادو گیندا از جا برخاست و به پیروی از زمینه سخنرانی دوستش به رد عقاید گذشتش پرداخت. تا کانون مثل یک احمق زندگی کردم دروغ های سرمایه و مذهب مرا من حرف کردند. دیگر پایم را به هیچ کلیسایی نخواهم گذاشت مگر اینکه برای توف کردن به آنجا بروم. دایانو و گیندا داختر و با اشتیاق و جدیتی بیشتر از سخنرانان کمونیسم زندانیان را به ترک عقاید کهنهشان تشویق می‌کردند. هر دوی آنها از طرف مقامات زندان به عنوان سخنگو و سخنران انتخاب شدند و بسیاری از زندانیان که جملات مهیج منطق پرشور آن دو را در مورد آزادی هایی که کمونیست به انسان می دهد می عمیقا به خود می لرزیدند و بنیادهای نهادیشان متزلزل می شد خیلی ها از بیان قاطع و ایمان خالص آن دو نسبت به آنچه می گفتن متقاعد می شدن. وقتی که گیندا حرفایش را به پایان رساند و نشست پیر مرد لاغر انجامی با صدای بلند فریاد زد. همه شما مرا می شناسید رنرال سیلو یانو، از لشکر سلطنتی من درجه و شرف سربازیم را از دست دادم من به خاطر نقشی که در جنگی خائنانه علیه متحدینمان ایفا کردم شمسارم. جنگ علیه روسیه که بزرگترین متحد ما بود مرا بیش از پیش به شرمساری فرو برده است من به طبقه فاسد خدمت می کردم من کشورم را به سوی نابودی پیش بردم بعد از اعتراف ژنرال نوبت به یکی از رؤسای پیشین پلیس رسید و اعتراف کرد اگر پلیس در مقابل کمونیستها نمی نمیکرد و اگر میگذاشت آنها با آزادی بیشتر به مبارزاتشان ادامه دهند کشور ما خیلی زودتر از تباهی و فساد نجات میافت. او طوری حرف میزد که گویی هیچکس در میان جمعیت نمیداند با ثی حرکات های کمونیستی در رومانی کشور روسیه بوده است. زنجانیان یکی بعد از دیگری میستادن و به گناهان و اشتباهات خود اعتراف می برنامه ریزان پس از ماها اولین میبه های نوبرانی فعالیت هایشان را برداشت میکردند. پس از ماها تحریک گرسنگی و عذاب دادن و تلقین کردند پس از ماها تحقیر و بدرفتاری و قرار دادن زندانیان در معرض کلمات و صحنه های محرک و محیر اکنون داشتند ثمرات اعمال زیرکانشان را میچیدند اولین کسانی که تسلیم شدند افراد نظیر دایانا و گینجا بودند که زندگیشان از قبل به خاطر بذهکاریه خصوصیشان مزمهر شده بود. دایانا که همیشه به وعظ و تدریس در مورد ریاضت می پرداخت در باطن اسیر شکمش بود. و شکم پرستی و زندوستیش که او را بارها در پی دختران و زنان جوان دیده بودند. بر صفحه کردارش آثار نابهنجاری باقی گذاشته بود. او به شاگردانش می گفت که دنیا را برای نیل به مقام انسانی و نزدیکی به خدا ترک کنند. اما به ظهور هیتلر خودش به صورت یک مبلغ نزیسم تغییر ماهیت داد. او می گفت ایسا را عاشقانه دوست بدارید. اما از یهودیان نفرت داشت او ادعا کرد که به خدا و مسیح اعتقاد دارد اما معتقدات هر انسان در زندگی روزانهاش به نمایش در میآید اشعارش با تمام محاسن و برخورداری از قدرت ادبی وافر صرفا آرزوها و تمایلات را تشریح می کرد و خواننده را به سوی کمال انسانی هدایت نمینمود گیندانیز نیز از یک طرف با ایدولوژی های ضد یهودی و از طرف دیگر با اعتقادات مذهبی در برزخی قرار داشت که همیشه سرگردانش کرده بود هر دوی این انسان های روشنفک داشتن پیر می شدن. هر کدام بیش از پانزده سال از عمرشان را در زندان تلف کرده بودند و سالهای بسیاری را نیز در مقابل داشتند. سایر دوستان ما در آن سلول به این سرعت تسلیم نشدند برای همه ما رنج های بیشماری را تدارک دیده بودند منازعات و مباحثات ما فروکش کرده بود. همه من به این نتیجه رسیده بودیم که همه فرقه های مذهبی خود را می توانیم به, تو به دو فرقه بست دهیم. اولی نفرت است که اعتقاد و مراسم را بهانه این جهت کوبیدن دیگران می سازد. دوم محبت است که به وسیله آن افراد مختلف پی می برند که در حضور خداوند همگی برابر و برادرند. حالا دیگر احساس می کردیم که در سلول من شعله های ایسار و از خودگذشتگی زبانه کشد و ایمان پرسبات و نوینی بر قلب و روح من حک فرما شده است. اغلب اوقات به نظر می رسید که فرشتگان احاته من کردن و در اطراف من به نگهبانی مشغولند. برای اجرای مراسم عشاء ربانی به نان احتیاج داشتیم و اکثر افراد حاضر شدن از سهمیه نان خیش بگذرن و آن را وقف اجرای مراسم کنند. اما بر مبنای اعتقادات و سنن ارتودکتا لازم بود تا نانها وقف شده یک پیشخان و در کنار یادگاری از یک شهید قرار داده شود و ما هیچ یادگاری از شهدان نداشتیم تا از آن استفاده کنیم. پدر آندری گفت ما در کنار خود شهدای زنده ای داریم به این ترتیب با نان و شرابی که در یک لیوان لپریده ریخته شده بود و دوستان به طور قاچاق از بیمارستان از بالای سر اسقف میرژا به سلول ما آورده بودند مراسم عشای ربانی را به جای آوردیم به زودی به زندانیانی که از معتقدات خیش صرف نظر کرده و به کمونیسم گراییده بودند مأموریت داده شد تا برای سایرین سخنرانی کنند آنها با چنان اشتیاق و حرارتی حرف میزدند که گویی نجات دنیاوی اخراویشان به نتیجه کار و کوشش آنها بستگی دارد روزی بحث به نتیجه وحشتناکی منتهی شد وقتی که چند تن از زندانیان راجب به انحراف دایانو و گیندا حرف می زدن، دو نفر از اعضای پیشین شبکه منحله همایلا هنی که اسکنه ای را از کار... کارگاه بخاری زندان دزدیده بودند به عنوان اعتراض رگهای دست و پایشان را بریدند و چند دقیقه بعد در اثر شدت خونریزی جان سپردند وقتی که جلسه تعطیل شد من هم به سلول برگشتم و دیدم که دایانو و گیندا در گوشه نشستن و با هم حرف میزنند پرسیدم حالا که خیانت شما به قیمت جان دو انسان که مریدتان بودند تمام شده چه فکر میکنید؟ گیندا جواب داد آنها مردند تا شاید دیگران زنده بمانند گفتم هفته پیش خود شما در جرگه دشمنان خلق قرار داشتید. دایانو از خشم حرفم را قطع کرد و فریاد زد قصد من نجات از این بیغوله است به من چرا ربطی دارد که دیگران چه خواهند کرد یا چه رنجی خواهند کشید احساسات زندانیان چنان علیه آن دو تحریک شده بود که مقامات زندان مجبور شدن سلولشان را عوض کنند میرون گفت عجیب است مرجانی که نوشته هاشان معید ایمان و اعتقاد عمیقشان به انسانیت و مسیحیت بود چگونه توانستند به این آسانی در زموره خائنان قرار گیرند؟ شاید جواب این سوال را بتوان در نوشته آن دو پیدا کرد. دایانو و گیندا همیشه مسیح را به خاطر انایاتش و امتیازاتی که میتوانست نصیب انسانها سازد تقدیس کردند. او به ما صلح عشق و رستگاری می دهد. یک هواری راستین به خاطر هدیه و امتیاز به توصیف مسیح نمیپردازد بلکه مسیح را برای مسیح بودنش ستایش می کند. و به همین دلیل همیشه آماده جانبازی و از خودگذشتگی در راه اوست آن دو نفر پیروان واقعی عیسی نبودند بلکه مشتریان عنایات و کراماتش بودند و چون کمونیستها ها دکان پرتجملی در مقابل آنها قرار دادند کالاهای دلفریب را به قیمت ارزانتری در اختیارشان گذاشتند مشتری این دکان شدند